با چند خبر مهم در مورد اتباع افغان ساکن در ایران توجه شما را جلب می کنیم. دولت امارات اسلامی اعلام کرده نزدیک به سه و نیم هزار مهاجر افغان از ایران و پاکستان بازگشتند. وزارت مهاجرین دولت امارات اسلامی افغانستان خبر داد که 2769 مهاجر افغان از ایران و 665 نفر دیگر از پاکستان به طور داوطلب و اجباری بازگشتند. این وزارت خانه نوشت که این مهاجران در روزهای سیویک سور و دوم جوزا از طریق مرز اسلام قلعه و مرز ترخم هم افغانستان شدند این وزارتخانه همچنان افزود 524 مهاجران بازگشته از ایران برای دریافت کمک به سازمان بین المللی مهاجرت معرفی شدند همچنین برای 92 خانواده از میان آنها مبلغ 10000 افغانی کمک صورت گرفت در ماهای گذشته همزمان با تشدید بازداشت و سختگیری ها علیه مهاجران افغان در اینار پاکستان وزارت مهاجرین امارت اسلامی روزانه از بازگشت صدها مهاجر از این دو کشور خبر میدهد اجرای گشت ویژه جمعوری اتباع افغان و گزارش ایرنا گشت ویژه شناسایی و جمعوری اتباع و مهاجرین خارجی غیرمجاز در سطح شهرستان ری با حضور مهدی باب الهوایجی معاون استاندار تهران فرماندار ویژه و رئیس شورای تامین شهرستان ری و با حضور احسان حیدری مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری تهران پلیس امنیت عمومی اتحادیه های سنفی و سا سایر مسئولین برگزار شد. لازم به ذکر است همزمان با مرکز شهرستان طرح ضربتی شناسایی برخورد و جمعوری غیر غیرمجاز در سطح بخش های تابع شهرستان نیز اجرا می گردد. مهدی باب الهوایجی معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان ری در جلسه کمیسیون هماهنگی امور اطبا و مهاجرین خارجی شهرستان تاکید کرد حضور غیر غیرمجاز در شهرستان ری سبب به وجود آمدن وضعیت قرمز در شهرستان ری شده است و افزود رؤسای ادارات مربوطه در خصوص رسیدگی به وضعیت اتباع غیرمجاز در صورت عدم کار با آنها به طور جدی برخورد صورت خواهد گرفت باب الهوایجی ادامه داد امروز در خصوص وضعیت اتباع غیرمجاز باید همانند هشت سال دفاع مقدس وارد میدان شویم و از خاک کشورمان دفاع کنیم فرماندار ری با بیان اینکه هرگونه فعالیت ورزشی و برگزاری مسابقات برای اتباع غیر مجاز ممنوع می باشد گفت در مورد اشتغال اتباع غیر مجاز هر کارفرمایی از این افراد استفاده کنند به صورت جدی برخورد خواهد شد همچنان وی افزود با اتباع مجاز در صورت هنجار شکنی نیز به شدت برخورد خواهد شد پیش از این نیز مدیر کل اتبای خارجی استان تهران از اجرای طرح ضربتی جمعآوری غیر غیرمجاز در رباط کریم خبر داده و گفت در راستای اجرای این طرح اتباع بیگانه غیرمجاز ساکن در این شهرستان شناسایی و به کشورهای خود استرداد شدند و در نهایت ها در ایران با عنوان معلم جذب نشده و نخواهند شد علی فرهادی سخنگوی وزارت آموزش و پرورش ایران گزارش ها درباره جذب شهروندان افغانستان به عنوان آموزگار در مراکز آموزشی این کشور را تکذیب کرد آقای فرهادی گفت به هیچ وجه اتباع افغانستان به عنوان معلم در مدارس کشورمان جذب نشده و نخواهند شد پیش از این اظهارات سخنگوی وزارت آموزش و پرورش ایران در زمینه آمادگی این وزارت برای جذب معلمان افغان در شبکه های اجتماعی واکنش های زیادی را به دنبال داشت پرویز پرستویی بازیگر سینمای ایران در یاد یادداشتی در شبکه اجتماعی اینستاگرام به نقل از علی فرهادی نوشته بود اگر از بین اتباع افغانستانی کسی توان معلمی دارد استقبال میکنیم آقای پرستویی با کنایه به سخنگوی وزارت آموزش و پرورش نوشته بود آقایان شما اینقدر به فکر مردم مظلوم کشورهای همسایه هستید چرا تحصیل کرده هموطن کردمان با مدرک کارشناسی ارشد به علت عدم پرداخت شهریه برای ادامه تحصیل و اخذ دکتری تحصیلش را رها کرده است علی فرهادی در واقع به این یادداشت سینماگر ایرانی گفت وزارت آموزش و پرورش ایران اصلا معلم افغانستانی ندارد آقای فرهادی توضیح داد چنانچه بی سوادی در بین اتباع افغانستانی وجود داشته باشد با سوادان افغانستانی می توانند به صورت جهادی تاکید می کنم به صورت تدریس جهادی به آنها آموزش دهند برای آگاهی از جدیدترین اخبار در مورد مهاجرت ویزای بشردوستانه اتبا پناهندگی و غیره مورد مرتبط لطفا کانال ما را سابسکرایب داشته باشید